سلام دوستان، خیلی خوش آمدید بر روی یک ویدیو دیگر. اولین بخش ویدیوی پراتیک هست. روی از این ویدیو شما خیلی دقیق متوجه میشه چون سه تا پدال داره. تابلوی استاپ در نظر بگیرید که اولین تابلوی ما تابلوی استاپ بود. قانون تابلوی استاپ را باید خیلی متوجه شده باشید. کلاج میگیرم و دنده را خلاص میکنم و سمت چپ خود میخوام دور بزنم. از راهنما استفاده میکنم، حداقل باید 5 ثانیه مکس کنم روی تابلوی استاپ و کنترل میکنم طرف چپ و راست و به سمت چپ دور میزنم. به محض اینکه به سمت چپ دور زدم، میتونم چند متر بعد دنده تبدیل کنم. کلاژ میگیرم و دنده تبدیل میکنم. بازم که دنده تبدیل کردم، میتونم پشت بند از رو چند متر بعد دوباره کلاژ بگیرم و بندازم روی دنده بعد. خیلی بهتر متوجه میشد چون در حال حاضر شما پدال ها رو میبینید. کلاش باز میگیرم و میندازم روی دنده 5. به این دلیل روی دنده 5 میندازم که اینجا سرعت ما تا 70 تا مجاز هست و تابلوها را چک میکنم. تابلوی سبقت ممنوع را دارم. یک پیچ خیلی کوچیکی هست و به این پیچ های کوچیک همچنان خطرناک است که سبقت بگیره آدم و همواره بازم تابلوی سبقت ممنوع ادامه داره. یک چیزی که خیلی مهم است، وقتی که یک چیزی ممنوعیتش اعلام شده، تا انتهای ممنوعیت شما نباید هیچ عکس العملی نشان بدید. یعنی تا وقتی که پایان ممنوعیت را پیدا نکردید، شما به هیچ گونه اقدام عمل دست نزنید. که در اینجا ما پایان ممنوعیت را پیدا کردیم، یعنی بعد از این تابلو من در واقع میتونم سبقت بگیرم. سبقت آزاد است اما اجباری نیست. اگر در شرایط لزوم بود حتما این کار را باید بکنم. یک چیزی که در رانندگی خیلی مهم است، حتما از دو دستتان برای گرفتن فرمان استفاده کنید. یعنی در واقع این مدل نباشه که یک دست روی فرمان باشه و یک دست روی دنده، یا یک دست تکیه بدین به شیشه و آینه موتور. روز امتحان اینا خیلی مهم هست. حالا بعدا اگه دوست داشتین کارا رو بکنید. سرعت ما در اینجا همواره روی 70 و الی 80 تا هست و تا چند متر دیگر من میتونم داخل شهر برسم. سرعت داخل شهر عالی دقیقا میدانید. و یک بریک میگیرم و یک دنده کم میکنم به خاطر که اینجا سرعت ما 50 تا میشه، چون به داخل شهر که میرسیم سرعت ها باید کم شده. قطعا تابلوی داخل شهر هم شما خواهید دید و این تابلوی ورود به شهر. اگه سوالتان این بود اگه ما داخل شهر باشیم روز امتحان سرعت ما 45 تا 40 تا باشه، ولی اگر در شرایط لزوم باشه حتما شما میتونید سرعتتان رو کمتر بکنید در شرایط لزوم. و اگر شرایطتان روبروی جاده شما باز بود، شما باید همچنان روی 50 تا ادامه بدید. یک دنده تبدیل میکنم و سرعت خود کمتر میکنم، روی 3 میندازم. چند متر دیگه قراره به یک از تابلوهای مهم امتحان برسیم که حتما روی از این تابلو توجهی خاصی را داشته باشید، چون زون 3 یکی از مهمترین تابلوها است. بریک میگیرم، در اینجا سرعت خود کم میکنم، حتما روی 3 تا باشه و چراغ من زرد هست. من اینجا اگه چراغ رد میکنم، هیچ موقع شما در روز امتحان چراغتان را رد نکنید. دلیل رد شدنتان هم همین خواهد بود. یکی چیزای دیگه که خیلی مهم است، پشت چراغ هیچ وقت روی دنده نندازید. از دنده خلاص کنید و از بریک استفاده کنید که این موضوع را خیلی از دوستان میپرسن. مندازم روی دنده یک و به سمت راست خود میروم. میتونم اینجا دنده تبدیل کنم، روی دنده دو بندازم، باز عمیقاً کلاچ، روی دنده 3 و گاز استفاده میکنم. بازم روی دنده 4 میندازم. تابلوی 50 تا رو دیدید. سرعت ما باید در اینجا 50 تا باشه. کی میتونم دوباره سرعت خود زیادتر کنم؟ وقتی که تابلوی بعدی رو دیدم. میندازم روی دنده بعد و اینجا تابلو رو دیدید دیگه. یعنی ما در واقع از داخل شهر بیرون شدیم و سرعت ما میره روی 70 تا. تابلوی پایان 70 تا رو میبینید، یعنی از این به بعد 70 تا ممنوعیت نداره، یعنی آزاد است، یعنی
این ناحیه رو حتما ما میتونیم تا روی 90 تا برم. یک جایی که ممنوعیت میشه، بعد از اون ممنوعیت آزاد میشه، شما میتونید او چیزی که دوست دارین رو برید. پس اینجا من میتونم 70 تا رو راحت برم. یک چیز دیگر در مورد چراغ آمده اینجا برای تان یادآوری میکنم، چون در هوای ابریم شما میتونید از یک چراغی که کم نور هست استفاده کنید، که ما در فرانسوی میگیم چراغ های پوزیسیون، یعنی چراغ های کم نور. اگر در موترهای روبرو دقت کنید کاملا میبینید که اونها چراغ های پوزیسیونشان و چراغ های کم نورشان همیشه روشن است و شما میتونید همیشه در هوای ابری یا هوای آفتابی هم، حتی میتونید اینا در واقع روی هوای آفتابی هم استفاده میکنند. میتونم در اینجا سرعت خود کمتر کنم، چون میرسم روی تابلوی 70 تا، سرعت خود کم میکنم. وقتی که سرعت کم کردم حتی یک دندم تبدیل میکنم، به خاطر که در اینجا من یک چیز خیلی مهمه دارم، راددار کنترل میکنه سرعت شما را. اگه از 70 تا بیشتر بود یک جریمه سنگین و خوشگله براتون میزنه. خیلی ممنون که تا پایان از ویدیو با ما همراه بود. اگه سوال و نظری داشتید در مورد ویدیو حتما زیر کامنت رفته و یک کامنت عالی برای ما بذارید. خوشحال میشم که نظرات شما را بخونم و تا یک ویدیو دیگر، خدا حافظتان.